شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای حسین شاه حسینی، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت امنای قلعه احمدآباد در تهران هستیم. جناب آقای حسین شاه حسینی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو. بسیار متشکرم. سلام علیکم. انشاءالله امیدواریم خوب و خوش و معطر باشید. تمام ایرانی هایی که در خارج از این مملکت هستند و روحشون در قالب این مملکت پرواز، درست جسمشون اونجاست ولی روحن با آب و خاک و وطنشون فکر میکنند و برای سعادت و اطلاع ایران تلاش میکنند، سلام و درود میفرستم. با امیدوارم خداوند به همشون صحت و سلامتی آخرت به خیری بده و زمانی پیش بیاد که همه در ایران، در داخل خاک ایران، در کنار هم برای اطلاع ایران کوشش بکنیم. به امید آن روز هرچه زودتر. انشاءالله. جناب شاه حسینی، در روزهای سالگرد سردار راستین شهید نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی، این پرورده بزرگ انسان ایران زمین دکتر محمد مصدق و رهرو به حق راه استقلال و آزادی و عدالت بودیم، میخواستم به عنوان یکی از بازماندگان و یکی از همرزمان از خلقیات و مبارزات این نماد شجاعت و این انسان بزرگوار و پاکدامن کشورمون و همینطور خاطراتتون به عنوان شاهدی از تاریخ برای هموطنان و به ویژه برای جوانان از این نمونه و الگوی اخلاق و وفاداری و شجاعت و پایداری توضیح بفرمایید. در مورد مرحوم شادروان دکتر فاطمی، دکتر فاطمی رو که باید گفت سید اهل قلم می باشد و تنها کسانی هستند که اینها در آزادی و دموکراسی قدم برداشتند و این دکتر فاطمی به دلیل تحصیلاتی که در کلاس آزاد اندیشی های فرانسه در کنار مرحوم محمد مسعود دویی، هر دوشون تلاش بسیار زیادی کرده بودن و با درس روزنامه نگاری و رفت نویسندگی آشنایی بسیار داشتن، برای اطلاع ایران بسیار قلم زنی کرده و بسیار ارزشمند. متاسفانه تاریخ اونطور که باید و شاید نتوانسته حق اون رو ادا بکنه. مرحوم دکتر فاطمی در بعض امر که برای در ایران استقرار پیدا کرد، در روزنامه باختر و خبر در ارتباط با آقای نیکپور ناینی و دوستانش قلم میزد، ولی سپس برای خودش داره اختیاراتی شد و آمد در تهران. علاوه بر اینکه دبیر روزنامه خبر بود، شروع کرد روزنامه باختر رو منتشر کردن. در انتشارات اولیه که شروع کرد کار کردن، قلم هایی که میزد حکایت از آزادی آزادی خواهی میکرد. فضای سیاسی ایران در اون موقع کما بیش یه مقدار باز شده بود و میشد بعضی از روزنامه ها نظریاتی اعلام بکنند. در همون شرایط بود که مرد امروز ها، قیام ایران ها، روزنامه اتحاد ملی اون موقع، روزنامه ستاره اون موقع قلم زنی میکرد. ولی مرحوم دکتر فاطمی به دلیل صراحت و اصالت و صداقتی که داشت، توانست در مقابل تمام این مسائل قد علم بکنه. در این حال که سابقه این روزنامه نداشت، ولی به عنوان یه روزنامه نو آمده بود در صحنه، تونست در اسرع در جای خودشو باز بکنه. چون جامعه در اون روز یواش یواش رو باز شدن بود، گروه های سیاسی کم و بیش فعالیت هایی میکردن،
گروه های چپ روزنامه های رو منتشر می کردن، خواه در اتفاق خواه به صورت علنی. سایر احزاب کوچیکی هم که تشکیل شده بود، مثل فرض میکنیم حزب ایران یا جمعیت هایی که شخصیت های دیگری آمده بودن درست کرده بودن و در کنار حاکمیت کوشش میکردن، نشریاتی داشتن، نتونسته بردن اون جاری که باید داشته باشن پیدا بکنن. ولی دکتر فاطمی با دقتی که پیدا کرد و روحیه‌ای که در ایران و مردم ایران در اون زمان پیدا شده بود و با حرکت هایی که در دوره قوام السلطنه بر علیه قوام در مورد انتخابات انجام شده بود، دکتر فاطمی توانست موقعیت بسیار عالی رو به دردی پیدا بکنه و اقلیتی که در دوره 16 در دوره 15 هم اواخر دوره 15 هم پیدا شده بودن، چون مرحوم مکی و بقایی و آقای حائری زاد و عبدالقدیر آزاد این ها اونجا درست روزنامه شاهد در آمده بوده یه مطالب رو منتشر میکرد، ولی مطالب کافی نبود. بله. و با عدم کفایت رو بودی شد و دکتر فاطمی توانست از این عدم کفایتی که روزنامه ها داشتن و درک از مسائل اجتماعی، مسائل تحقیقی بسیار جالبی در مورد مسائل ایران طرح میکرد، چه از مسائل داخلی چه از مسائل داخلی، و درد مردم ایران رو تشخیص داد و دستشو میذاشت روی دردها و رسما اعلان میکرد. این حرکت دکتر فاطمی و شناخت از مردم این نرکت موجب شده بود که شخصیت های سیاسی، چون گروه های ملی که به رهبری دکتر مصدق و عده‌ای که در حزب ایران بودن تلاش میکردن، نسبت به او خوشبین شده بودن و شروع کردن به او همکاری کردن. این دستجات عناصر بسیار زیادی بودن، ولی اونی که توانست بیشتر از همه نزدیک بشه که مصدق بکنه به دلیل کثرت صداقت و اصالتش دکتر فاطمی بوده. شما در تحصیل دومی که دکتر مصدق در مورد انتخابات قوام السلطنه انجام میده، میبینید دکتر فاطمی جزء متحسنینه و در این حال که تحصیل آمده بیرون برفتن منزل مرحومه سید محمود نریمان و در اونجا مذاکره شده، بعد از دوره 15 یعنی قبل این دوره 15 و انتخابات دوره 16 میبینید خیلی راحت دکتر فاطمی در منزل نریمان پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت رو در منزل سید محمود نریمان همون موقع میکنه و میگه تنها راه نجات این مملکت اینه که ما در این قراردادی که اخیرا به نام قرارداد ساتکیکوف آمده بود و این مسائل پیش آمده و حالا دوره 16 داره شروع میشه، ما در مورد ملی شدن بشینیم مطالعه بکنیم که در این مورد و تشکیل جدی ملی در همون موقع دکتر مصدق و متحسنی به ایشون و مکی تذکر میدن که شما بیاید اساسنامه برای جبهه ملی ایران بنویسید که یه اساسنامه و آیین‌نامه مقدماتی رو در اولی بار اینها دکتر فاطمی نقش داشت. ولی شما وقتی سن مرحوم دکتر فاطمی رو میبینید و قدمت مبارزاتش میبینید، همه از اون آقای روزنامه‌نگارانی که مثل فرض میکنید مثل آقای خدمت شما ازم حسن سعد یا آقای روزنامه داد آقای امیدی نوری یا روزنامه های دیگری دارن در صحنه مملکت انزندان میکنن، قدمتی به اندازه اونا نداره، ولی قلمش و صداقتش به او اوج داده که دکتر مصدق در کنار خودش از همون جنه انتخاب میکنه. برای انتخاب کردن او میاد تلاش میکنه آقای دکتر فاطمی با نوشته های دکتر در روزنامه باختر ایجاد قدرتی رو میکنه که در پناه نیروهایی که تحت عنوان جبهه ملی تشکیل شده بوده در این حال همون موقع شما بررسی بکنید، ولی شما بگم توجه داشته باشن
حزب زحمت کشان ملت ایران درست شده به رهبری دکتر بقائی و داره تلاش میکنه و علاوه بر این اونهایی که آمدن از نیروی سبعه حزب توده و ملحق شدن به زحمت کشان حزب ملت ایران و حزب ایران هم موجود هست، ولی دکتر فاطمی یه تنه با روزنامه باختر امروز میاد تمام این اندیشه ها رو علاوه بر اینکه منعکس میکنه به عنوان یه نویسنده اول نویسنده معرفی میشه و در کنار دکتر مصدق قرار میگیره. این شخصیتی که پیدا میکنه موجب قبطه ازدهی میشه و مقدمات ناراحتی رو که سیاست های خارجی پیدا میکنن از دکتر فاطمی از همینجا نقطه شروع میشه. مرحله دومی که سیاست های خارجی نسبت دکتر فاطمی ابراز کین و عداوت میکنن که منجر نتیجتا منجر به اعدام دکتر فاطمی میشه، دکتر فاطمی بعد از سیتیر اومده پیشنهاد کرده قطع رابطه با انگلستان و روزنامه دا باختر در اولین شمارش که در میاد فریاد میزنه که امروز کلاغ‌ها هم در بالای درخت‌های سفارت انگلیس اظهار ندامت و کسیناری می کردن و گریه برای از دین رفتن سیاست امپریالیست انگلستان و بریتانیای کبیر گریه می کردن. کلاغ‌ها تشبیه میکنه گریه‌ای که میکردن در قالب بریتانیای کبیر تبدیل شده به دولت انگلستان. این دکتر فاطمی با این کلمه تخارش و این قدرت بیانش توانست آنچنان در کنار دکتر مصدق در شرایطی که مدی شدن سنت نفت داره تحقیق پیدا میکنه و ایشون نماینده دوره 17 هم و در دوره 16 هم هم آمده در کنار دکتر مصدق به عنوان معاون نخست وزیر و رئیس دفتر نخست وزیر، سپس معاونت نخست وزیر و سپس مطلب مهمتر در قالب وزیر خارجه دکتر مصدق در همکاری میکنه. این دکتر فاطمی قدرت سیاسی مملکت در دست گرفته منتها در ارتباط با دکتر مصدق. موقعی که تمام شخصیت های سیاسی ایران در جهت منافع ملی دارن تلاش میکنن، خاصه گروه جبهه ملی، بعضی ها در پشت پرده و دربار ارتباط میگیرن و از اون ارتباط ها دولت دکتر مصدق متوجه نمیشه، ولی دکتر فاطمی با کسب اجازه از دکتر مصدق به دفعات دیدار آقایون میره و دیدار چشمس اشرف پهلوی و تمام آنچه که بر اونها گذاشته میاد عیناً به دکتر مصدق اطلاع میده. در صداقتش و فداکاریش در راه نصر ملی ایران و بقاء اصول ملی شدن سلطنت یگانه بود که تاریخ کم نظیر نسبت بود و اون تنها شخصیتی رو میتونیم بگیم که تا آخرین مرحله حتی در دادگاه و بعد از اینکه از دادگاه محکومیت هم پیدا کرده با نوشته های خودش به مرحوم حاجی رضا زنجانی می نویسه و در همون روز هم اعلان آمادگی میکنه، نوشته هاش اعلان آمادگی میکنه که حضرت آیت الله اگر تمایل داشته باشی و مایل باشی من از همین جای که اکنون محکوم هستم که اعدام محکوم هستم و برای من هم یقیناً اعدام و آقایون اجرا خواهند کرد، حاضرم مقالاتی و مطالبی بدن که شما در روزنامه راه مصدق منتشر بکنید. و همون موقع از آیت زنجانی میخواد که نظر آقای دکتر مصدق در مورد دادگاه ایشون و برنامه ایشون بگیر.